تو زندگی بیشتر آدما پدر فرو نریختنی ترین دیوار دنیاست، موجودی که چرخیدن کلیدش روی قفل در صدای اطمینان و آرامشه، قهرمانی که پسر بچه‌ها برای دیدنش به عینک سبودی نیاز ندارن. بین عاطفه و خشم اولی رو انتخاب کرده بود، بین هیاهو و خونسردی دومی. دی محمدی اکبرپور همون حرکت حالا برای یاران استقلال توی دروازه پایان مسابقه با پیروزی تیم استقلال با نتیجه 1-0. تیم به نظر من یه بازی جوانمردانه انجام دادن. من به آقای پروین و بچه های تیم پیروزی هم خسته نباشید میگم. در مجموع به نظر من امروز روز بدی نبود. تو فوتبال امروز که وزش بادهای موسمی پسر بچه ها رو ستاره میکنه، تصویری که از پوره دری گوشه ذهنمون داریم تکرار نشدنی به نظر میرسه. حتی رنج بیماری بین منصورخان و تیم محبوبش فاصله ایجاد نکرد. پوره دری بیشتر از بیماری خودش نگران حال و روز استقلال بود، مثل نگرانی همه پدرها برای پسرها. پیرمرد با عصا خودشو به آزادی میرسوند تا کنار استقلال باشه. آبیا هم با صدای ضربه های عصای پوره دری راهو پیدا میکردن. تو تاریخ استقلال فقط یه نفر به عنوان بازیکن و مربی قهرمان آسیا شده. مسیرهای رسیدن استقلال به دو ستاره یه چهره مشترک داشتن، چهره که حدس زدن اسمش کار سختی نیست. حال ارسالی توپ یه موقعیت یک ضربه سر و توی دروازه. پر افتخارترین روز مربیگری پوره دری رو نیمکت استقلال جلوی لیانینگ چین خلق شد، روزی که پور هیدری و پسرا حریف چینی رو با گلای مرفاوی و حسنزاده خود کردن و قهرمان آسیا شدن. کاپیتان استقلال میره تا این جام رو در اختیار بگیره، جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در سال 1990. شجاعم واقعا محبت کردن مردم، مثلا انتظار یانسی صحنه رو نداشتیم. در حال وظیفه ما بود، کاری که من نکردم، هر چی بود بچه‌ها بودن زحمت کشیدن، چیزی که باید می‌رفتیم و می‌گرفتیم می‌آوردیم ایران و تقدیم مردم می‌کردیم کار بزرگی نبود، وظیفه بود. یک فرصت برای ادمون دختر به این ضربه و توی دروازه اگر برنظر این ضربه رو بزنیم هم تو خود، حالا اجازه میده که این کار صورت بگیره. میره جلوم و تمام خوبا بینگول بازی آرهای استقلال. دو پیروزی سف زرین چه میشه او مسلط و توی دروازه گل سفم استقلال. پدرم باید شده یه مقداری صدایی نگرفته باشه. حالا گل پوره دری حالا دست به یه تعویض دیگر خواهد زد. ایمان عالمی بود اگر اشتباه نکنم. بازی کرد. بعد از جام جهانی 98 تغییر نسل مهمترین مأموریت پیش روی تیم ملی بود، مأموریتی که با پور هیدری کلید خورد. ولی در این شرایط هم ملی پوشان ما اومدن که مدال طلای بازی آسیا رو به دست بیارن. میدم آچالا مربی عهد جمهوری چک و با تجربه کویت در مقابل منصور پور هیدری قرار گرفته. استیلی ضربه کورنر رو بلند میزنه، فرصت توی دروازه گل برای ایران. باقری با سماجت توی دروازه گل دوم تیم ایران هم به ثمر میرسه. پایان مسابقه و پیروزی ارزشمند گل که ایران در برابر کویت و قهرمانی در فوتبال بازی‌های آسیایی. صاحبی و استواری حرکت از اکبرپور، فرصت به گل برای استقلال.
خب پایان بازی رو آقای بطحایی اعلام میکنه و استقلال یک هفته مانده به پایان رقابت ها قهرمان مسابقات فوتبال جام آزادگان میشه. جای خیلیا تو مراسم سالگرد منصور خان خالی بود. خیلیا که انگار فراموش کردن امروز برای تیمی بازی میکنن که بدون کوره دری تیم نمیشد. پدر استقلال آجرای زیادی به این بنای باشکوه اضافه کرد. دیوار فرو نریختنی امروز سهم بزرگیش رو مدیون کوره دری. هنوز انگار صدای ضربه های عصاش تو گوش استقلالی‌ها پیچیده. صدای عصای پدری که سخت راه میرفت اما تو کتاب جغرافیای فرزندش هنوز مترادف کوه بود.